با نام به یاد خدای مهربان تا هومن تصویر رو شروع میکنه، درو میکنه، قلو میکنه. خوبه، همه چی خوبه، عالی. بیست مرسی که اومدین و ما رو برای انتخاب ویدیو، نه برای این چی بود، ما رو که برای تماشا انتخاب کردین. مرسی، یه پلی بک میزنیم سنگین رنگین. درود به همه عزیزای دل. ادامه برنامه آقا هومن پیکو. درود و عرض ادب دوستان عزیز، بسیار خوش آمدید. دومی کوچیلی در کنار پسر ایرانی برگشت، بسیار با سلطان خوشتی پر انرژی که ویدیو جذاب مشت زدم تو این ممنونم. خیلی تشریف آوردین، خیلی خوشحال میکنید ما رو. مرسی مرسی که هستین. شبخند داریم با دوستان عزیز، یک برنامه پر هیجان و کلی قرار دوره هم صفا کنیم، بخندیم و عشق کنیم. بچه ها هر کی گفت این چیه؟ جایزه آدم سپات کنکی، واقعا جایزه داده، این اسم منه، خیلی دوستش دارم. بریم. احمد نیست؟ کی؟ احمد نیست؟ امم نو امه، یکم شبیه امه، امه ندارم. آیات قرآنی روش نوشته، چارقل روش هست و من یکات. و اما این چیه؟ اون مهمه. بریم ویدیو. تالار دسترکاران برنامه میلیون ها بیننده تلویزیون یک و بخصوص دو برادرهایی که کم تکلیف دارن، سیارجان و این چیز بازیگره عبدالغفار قصفیان، خدمت از اینا خود یک سلام ویژه تقدیم میکنم. خیلی معروفه. همچنان بانو سوسانا خوش آمدید میگیم به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام های گرم گرم و صمیمانه خود خدمت تک تک بینندگان تلویزیون یک تقدیم میکنم و بعدم به دوستایی که اینجا نشستن و ما را از نزدیک میبینن و همچنان یک سلام گرم و صمیمانه، خسته نباشید، به تمام دستان در کارهای زحمتکش و بسیار پرتلاش تلویزیون یک و همچنان یک سلام همونطور دیگه گرم گرم صمیمانه و همونطور دیگه شبخندی خدمت شما تقدیم. من شبخندی از شروع میریم. امی کار کردهای تانه میشه یک تشریح بکنین کوتا قد بیار سک؟ بله، اول بگم که پیشتر در میکبرون بودم که امی متوجه شده مزاینه چهره شما ردیم ساجق قرد شد. خوب شد که سگرد دادان نبود اگر نیانه بردان گرد نیزید یک چه خوش تیپه. خب کارا خیلی فیلم بازی کرده، یک سریالی داریم که داشتیم از تلویزیون یک به نام فرشتگان که جمعه شبها ساعت 6:30 دقیقه نشر میشه. یک سریال تیبیسته و واقعا سریال خوبی است. بر علاوه از اینکه سریال تیبیسته، بعضی پیام های خانوادگی هم داره. دوستای ما میتونن که نظریات خود، پیشنهادات خود. بچه‌ای که فیلم بازن، آقا هومن یه چند تا فیلم به ما معرفی کرد، نشستیم دیدیم فیلم های عالی، توپ قشنگ. یه فیلمی که خیلی دوست دارین، یه سریال، یه چیزی که حالا با حال فلانی دیدین، حالا لطف کنید برامون بگین که ببینید. چون من خیلی شبا میشینم فیلم میبینم دیگه، اینقدر فیلم دیدم اسم یه سری فیلم ها دیگه داستاندار شده. حالا میگم شاید یه چیز جدید بود، یه ذرم اگه شد براش در موردش توضیح بدین. اینو ازتون خواهش میکنم، کسایی که میدونن بنویسن. خیلی تشکر. آقا من فیلم جدید پیشنهاد نداریم. فیلم نمیبینم زیاد. یه دونه از اینترستلار دیدیش؟ خیلی باحاله اون. در مورد چیه؟ اصلا جالبه، هر کسی باید اونو ببینه. در مورد سریال یا فضا و کهکشون رو؟ نه، یه فیلم بلنده، فکر کنم یه 3 ساعتی اینایی هست. فکر کنم دیدمش، خیلی با فکر کنم دیدمش. آره. مرده به آخر ویدیو که میرسه انگار میاد اول ویدیو با دخترشه.
اول ویدیو یه هواپیما سقوط میکنه، فکر کنم دیدمش، فکر کنم. بریم ادامه برنامه، از هومن فیلم باز بگذاریم. مسیج تلفن برن فرشته نوشته کنن، فاصله امو پیامی امو نظری که دارن او را به 729 ارسال کنن نظریات خود را. و ما بسیار خوش هستم که سریال افغانی را افغانای ما ببینن، بهتر از حالا سریال را میخرن $1 میلیون $2 میلیون و بیشتر از او، ولی میبینیم که بیننده ها شاهد هستن، هموطنان ما شاهد هستن، مثلا سریال خارجی است، یک شوهر دختر میخواد که با خیاشنه خود آرزی کنه و در پالیاز 3-4 تا معشوقه دیگه داره. این هموطنای ما، این فرهنگ ما و شما را، این فرهنگ ما را امیر مازیا خواهش میکنم که سریال های خود بسازن، بیننده سریال های خود باشن. قصه ما خوش ما نمیه بلکل. مکتب نخوندیم قدیار صاحب، همه فرهنگ ما و شما رو تا در بیننگی ها مختم میکنن. ما از هر تلویزیون که باشم، ما به خاطر یکی در تلویزیون کار میکنم یا در سینما کار میکنم، با او خاطر نمیگم، به نیست یک بیننده میگم. اومن هستی؟ متاسفانه آقا منو از دست دادی. من میگم چرا اینجوری وایساده تکون نمیخوره به کاک آصف نخندید؟ مگه میشه؟ بومی کوچیلی داریمت؟ کوچ کوچان، کوچ کوچان. بذار یه تماسی باهاشون برقرار کنیم ببینیم کجا رفت آقای هومن کوچیلی عزیز. شمارش هم بود این بود شمارش. به فنای رفتیم. کوچیلی چی شد؟ من رفتم؟ من هستم. یه دقیقه ایسا حاجی من. نه حاجی من هستم، من تو دیسکوردم. خب فکر کنم اینترنت همه. یه دقیقه ایسا بخرم، یه نگاه کنم. باش. ممنون. مشکل خود من بود. همی دیدن سریال خارجی فرهنگ ما و شما را بسر میکنه. او شب با دادم شبخند یک سریال گرفته، یک تلویزیون در شب جمعه هم نشر اولش برابر کردم، شامی اولش بودم، شب اول جو جو شد. خب میایم از خانم فیروز میپرسیم که چه وقت سینما روی آوردین و چی کارهای تا بال داشتین؟ جلالی صاحب اگه بگیم یک کمک چپلوسی میشد یا نه؟ خواهش میکنم بفرمایید. اگه جلالی جان بگیم چطور است؟ جلالی جان در حدود 6-7 میشه که ما رو به سینما آوردیم و اولین کارکردهای ما به نقش نرس در سریال فرشتگان بود که از طریق تلویزیون یک نشر میشه. نرس همون پرستاره دیگه، همی هست کارکرد های ما. برخورد مردم در مقابل خب شما خب میفهمین که در افغانستان دیگه چقدر قومی و خیش و فلان و فلان دیگه چقدر دیگه گپ میچینن، گپ میچینن، او دختر فلانی دفتر فلانی جایی. به امون دلیل بعضی از دوستا دیگه دوست ندارن، بس در بیرو دیگه همکارای خود ما بسیار تشویق میکنن، همسایه ها واقعا نصرم تشکر میکنم و اولین مشوق کننده من پدرم و مادرم بودن. خب میارسم یکان چیز نمیگی بخندیم. شما که باشه ما را صبر است. خب شروع میکنیم برازی که برنامه شبخند است، دوستان منتظر است که چیزی بشنون. خب میگه یک نفر از موسنا آمده بود دمی پل محمود خان، یک برج ساعت بود اگر یادتان باشه. همینجا آمد همی ساعت از این بسیار خوش آمد، سیل میکرد سیل میکرد، از امو چهار تکا یکی در پولیش آمد گفت چه خوب ساعت هست نمیخری میره که سعی کسیم نزی، گفت از توست و یک گفت خیلی از آقایی هستم.
خیال جرامت کردن بالاخره ده 5000 افغانی پیسه گرفت یه ساعت سر ازی فرو گفتم اینجا یک دقیقه باش کنم و برم زینه برم مردکه رفت یه استاش تا شب نامد پشت کله خود خاریده رفت در مجاهدات خود که رسید قصه کرد بر اندیوالا بیا گفت اینی تو بچهش رفتم بالا ضربه خوردم 5000 پر در مکات یک وقی بود خدا به شرمانه ته چه رقم چطور جایی بود قصه کرد برش گفت برو خواب تکو صبح وقت پیش از این اندیوالاش از خواب بخیزه این میره دیگه در جای از این استاد میشده این پیش برد اون نفر اگه پیسه مسیج خرج کرده آمده باز امو که ده وزیر بگیره کسان از ساعت سیل میکنه آمد گفت خوشت آمده چه خوب ساعت است گفت والا نمیخریش گفت از توست گفت ای خیلی از آقای تست هم مالندار کزم است گفت چند میتی خود جور آمدن بالاخره در 5000 پا 5000 داد گفت مکتت کار داره مال شناخته من تندیوال من دین روز تو گب داده بودی یه نمیجه می باشی من خودم پشت زینه میرم ای کلا این از اون باطل تر بوده قشنگ بود بسیار مقبول یک وقفه کوتاه و بعد از او از خانم سوسن بیا بالا باز هم خوش آمدید میگیم شما را و یک چیز یک گپ یک سخن یک طنز یک فکایی از خانم سوسن میشنویم. جرانی جان میگم یک روز برای یک نفر زنگ میایم خب گوشی رو میگیره و میکشه اوکی میکنه بله میگه اونا جوان چرا دادانم گپ میزنی در گوشم گپ بزن بی خبر از اینکه موبایل سر چفه گرفته. میگه یک نفر خر خود کش میکرد کمک دمری شو بود خر بیچاره مسکین بی زبان یک کلکاو هم که دمریش باشه راه نمیره همین کش میکنه او پس کش میکنه این پیش کش میکنه سیلیکاری میکنه خر بده که یکی که دو تا سه تا چهار اگه بی سیلی در روی خر نمیچسبه معلوم نمیشه دستور دیکاری بود یکی ترمش میگه چی گپ است مسکین مظلوم بی زبان سیلیکاری کرده میری آ میگه برو تو را در مسائل فامیلی ما غرض نیست زیبا این مردم ما و شما دین میسه ننگ و ناموز فکر میکنم خیلی اساس است اما تو را از خود بیارسه بلکل این می سریال ها مربوط به میگه پا میشه میگه در خانه میمان آمده بود زن و شوی کم کم غالمغالشان خیست خود زنکه هم وزنش زیاد بود هم سر شوی زور بود هم آقایش پیسه دار زن تند شد که خیست برآمد دادالیست که برآمد از او سنه اینو تو یک نل سیخه ورداشته آمد در جان شوی شوی که می دید که زن به سر آمده رایست امی میمان از پیش کمک خواست گفت نمان لالا این میمان که خیز دیگر رقم که نمیشه دوید امی زن در بغل گرفت کادت نزنم شوی نکشه این شوی که دید هیچی به آبیست گفت ایلایش که بکشیم ایلایش که گفت خوره بیخی در مرگ آزر بود مگم در این راضی نبود که میمان زن شما کم زن خوری پیشوات مشکم میگه اون مرده که خبر شدیم که مرد یک مرد خارج زن خودم روی گسمن تبدیل کردن خب مرده که هم تو چورتی میشه یه فیدم طرف زن سعی میکنه میگه خب بلا اگم گسمن کاری باری بوده خب بسیار خوب کار کرده گفت نفر شده بود تلویزیون چینل میزد دور ازد بدد جان ایوانات سیر ازد جان ایوانات چهار بیست اجدر تصادفی که امروز کل جان ایوانات صدا میکنه بچه خود او بچه کجاستی؟ آقا چی میگی؟ تو برو بچه ایم سعی که آنتن از سر بال بخیرم در تبیل افتیده معلوم صدا میکنه میگه بیا سر تخته یک سرکم تو دور درست مثل قد جلالی رسم کن تو اون موتر روان باشن خوبی احمد میخیزه و رسم میکنه مسرک دیگه ایلی آمادن آره
سرک درو دراز و رسم میکنه و معلم دیگه این طرف تختک میبینه. شاگرد بیچاره چی فکر میکنه دیگه، فکرش نمیرسه که چقسم موتر رسم کنم. معلم که میبینه این فبرش میگه که خوی خو موتر شد، سرک شد، خی موترش کو. گفت معلم صاحب خودت فکر دوستو شد موترش تیه شد رفت. قدیار صاحب با اجازه شما، گرچه نمی گپای که نابکاری هایی که آدم میبینه نه، در این وطن هرچی آدم یاد میکنه بدتر میشه. خوش آمده سالنگ بودم اینم از این طرف تونل. قدبیار صاحب قند هر جروجوی است تا دوشی، او دوشی را سرک کنه را کندن که نو جور میکنن. چهار ماه میشه که کنده شده دیگه، اینمی بارانا و او جر از جوی است، جر از جوی است. مسلمان سیاسه روشت و کریش سفید پیاو پیاو بینانی و بیالی و یخ و خنک و دو شوبان سه شوبان هنه یک آدم این حال از میمنان آنه مریض خدا دوانده که مریضم تلف نشوه یا نموره میایه در سالنگ در دان تونل در یک خنک جان میده مسکین. یا هیچ کس فکر نمیکنه، میگه بالول صاحب دانای یک روز میامد، کسی پرسانش کرد گفت بالول صاحب از کجا آمدی؟ گفت از قبرستانه، از دیار رفتگان آمدم. گفت از وا سوال کردی؟ وا گفت سوال کردم. گفت چی سوال کردی؟ وا را گفتم شما هنوز از اینجا کوچ نکدین؟ وا گفت که نه کوچ نکدیم، منتظر شماستیم، شما هم که بخیر آمدین که سرجم شدین باز یک جای از اینجا کوچ میکنیم. او مسلمان ها یک سر فکرتان را بگیرین که آخر اون اموجه رفته نیستیم، مالی نمی قوشیار پیدا نمیشه که جو دو سرک ایسون سالنگ و ایسون سالنگ تقسیم کنم رو یک لیش کنن. چهار دانه ترک هم که باشه که جغل بار کنه که شاول خالی کده برو سر شاور کده برو کنه. اما الله که یک وقت فکر تا داره من زود برنامه خورد شد. بهترین وقفه شبخند بود. قبول داری؟ سالنگ آره، سالنگ رو یه قسمتایش رو گروز کردن انگار. باز هم شما را خوش آمدید گفته و کدام گفتنی قدبیار صاحب داره؟ به ارتباط از امی که شما از سالنگ یاد کردین از سر خرابی سرکا، او خود سالنگ از گناهش نیسته ولی داخل شهر ما شما میبینیم که عمل چه رقم شده. من یک فیلمک دارم بسیار یک سنی کوتاهش براتون دیالوگش میگم. خب در این فیلم یک چهار پنج نقش دارم، ای تو خمار نمی باشه، من میشه بوتل شراب ممرای مسته نو شجو بچه این چشن هم کنیم چای از دیگر آخو چای سبز است رنگش هم است و بچه ممرایش تا تلویزیون هم میبینم امی کومک ها بیا میگم او بچه ای بیش از هزار میلیون دلار در ایشار کومک شد ای چه شد؟ اگه یک سی میلیونش در ماو خورده باشه ای دگایزی چه شد؟ کوچه مرغا همو کوچه مرغا، این کوچه کافروشی هم این کوچه خرگوش و گنجشک بودن نه این شعار این پیسه چه شد؟ این سرک هایی که مافیا ها میگیرن جور میکنن یک محصرش تیر نمیشه مثل ناف چقر و چقر، این پیسه کجا میشه؟ راست حال سرک جور میگیره قلبه میکنه بعد از اون سرش پیسه میگیره. خب برنامه ما سرک سازی نشه، میریم از خانم سوسن میپرسیم که چی گونه نقشا خود راحت احساس میکنه. من خود دیگه در این نقشای جنگ باشه بهتر است. جنگ باشه خب جنگره در فرشتگان چطور یک نقش داری؟ جنرال جان در فرشتگان یک نقش اول در قدم اول یک نقش بسیار عادی هم یک نفس عادی را داشتم. بعدا نمی دایرکتر صاحب فاضلی که دیدن که من خوب کار من انجام میتونم باز به می نقش ما چهره مرکزی بخشیدن. خب آهسته آهسته دیگم تا که هم یک قسمت جنگ رسید و جنگ کردم هم رای آسف فیصله کسی که من دوست داشتم که آخر متاسفانه با من نرسید. صدا آچی آره خب رفت تو فکر جنگ بسیاری خوشبختی هایی که است از این سریال خاطرات خوبی که است و اولین خوشبختی من ای است که امرای کاکا قطبیار آشنا شدم اونجا. خب دیگه باز گل مکش ها اموتر پیدا میز دیگه دوستا. چطور است که کاکا قطبیار یک نقش اجرا بکنین؟
میشه هم بازی شوی حال میشه فعلا دم نخت گپی نیست هتل شراب هم همیشه هم بود خسای موف خوشمانه من خیلی گوش کن دخترم صد دفعه برات گفتیم که از این موبایل استفاده های به جای نکن هر ساعت تو را میبینم دو اتاق میری تلفن تلفن مسج بازی مسج بازی یه ذره آینده تا فکر کن یه ذره با آبروی حیثیت ما توجه داشته باش بسیار بد کار است پدر جان مردم سویش در اینترنت رسید شما یک موبایل نایمانی نادم به شرف اون مردم نارا که سویش در اینترنت رسید به مکشی که رسید افغانستان است یک وقت ما یک دانه تلویزیون داشتیم در ایشار دخترک ها می آمدن با حجاب کوره است رقص میکردن میلیون ها نفر سرانمو کشته و شهید و معلول شد حالا بیش از چندین سی و چند تلفون تلویزیون و انترنت و دیش تیوی و کیبل حالا همون مردم ها چه شدن؟ حالا خب پدر جان آغاز کم شد بر خط نوشتکن موبایل کشیدن تکه کم شد از عوض چادری و پیرانای کمرچین و نایفام تنبانا گیوی پتلون نکشیدن دیگه مجبور است ماله قصه ایمو خوشم نمه دیگه ایگه پارت دانت نرشد قصه ایمو نشم ایگه پارت دیگه از دانت برنایم پایان ویدیو رو میسپاریم بدون هیچ کمکاسی به داشت اومد آه من استوب خوردی پایان ویدیو رو بخوردی ایرا علکی میدادن ها من در خدا چقدر سختی کشیدن آره ممنونم ممنونم صدامو داری؟ صدا اومد؟ آره آره آقا مرسی که بودین دمتون گرم تا ویدیو بعد بای بای